سلام و درود به شما عزیزان در ایران و سراسر جهان، همراهان تفسیر خبر از استودیو مرکزی ایران فردا با شما خواهیم بود. در یک روز نیمه آفتابی که روزهای آفتابی بسیاری داشتیم در این چند هفته اخیر، اوضاع در مرزهای آذربایجان، جمهوری باکو و ایران همچنان ناآرام است. این بحران و تنش به سود کیست و به زیان کیست؟ مصالح و منافع ملی ایران در کجاست؟ و در سوی دیگر ایران، در افغانستان انفجار به هنگام نماز جمعه در یک مسجد شیعیان در قندوز، دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. متحدان حکومت فقیه چه کسانی هستند؟ سیاست خارجی حکومت فقیه بر چه اساسی پیش می رود؟ و ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خود در بیش از 100 سال اخیر چگونه و چرا منزوی شده است؟ آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب، در استودیو در کنار من هستند بعد از یک رانندگی پرپیچ و خم در لندن که مسئله بنزین هم برطرف شد نسبتاً. و در اسرائیل آقای منش امیر، روزنامه نگار و مدیر و سردبیر رادیو پیام اسرائیل، با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده عزیز، در واقع باید بگیم بینندگانمون خوش اومد. درود بر شما به منشه عزیز و همه بینندگان تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری. یه نکته رو بگم، شما این تصاویری که داشتید پخش میکردید توی تیتراژ برنامه، هر کی مخالف جمهوری اسلامی خوشتیپه. تمام اینا که شما نشون دادید بیریش و باریش خوشتیپ، و هر کی جمهوری اسلامی بزمجه است، اصلا آدم نمیتونه نگاهشون کنه. الان عکس احمد خاتمی رو گذاشته آقای چالنگی رومیز، من همیشه فکر می‌کنم اینو من به نوام نشون بدم فریاد میکشه در میره اتاس. خب به هر حال این خیلی عجیبه ها، یعنی از نظر فیزیکی هم حتی به معدل چهره ایرانی، خب یه تعمدی هم در کار هست. من 23 بهمن ما آقای نوری‌زاده حوالی میدون فوزیه بودم، چهره هایی می دیدم که گریمورور های برجسته هالیوود هم به اون راحتی نمی دونستن. یک شبه یک سری یرگیر شد. به هر حال این همه نسل جدید زیبان، خوش قیافن، جوان، اینا از کجا میاد؟ جووناشون هم مثل خودشونه، خیلی عجیب. در حال همین خاتمی رو گفتن. حالا قبل از که بریم به اسرائیل، و حرفی زده حرفستان، گفته که مردم یادشون باشه اگه این حکومت دینی نباشه جشن هنر برگزار میشه. یعنی شما مشکلی دارین اینطور؟ آقای امیر، اگه این حکومت نباشه جشن هنر برگزار میشه؟ جشن هنری که به هر حال هنرمندان بزرگ از سر سر دنیا اومده. من خوش آمدید، درود به شما در اسرائیل. آقای امیر، صدای ما رو دارید؟ بله بله، من صداتون میشنوم و سپاسگزارم و درود میفرستم به آقای چالنگی، به آقای نوری‌زاده، به بینندگان و شنوندگان برنامه خوب شما، و آمادم. بله، من یه پرسشی هم داشتم بعد از خوش آمد. آقای نوری‌زاده، صدای تلفنشون رو اگه شنیدید. بستم بستم. بله، چندین تلفن هست که آقای رحمت همیشه سر برنامه زنگ میزنن. از همکاران نازنین ما هستن. کنترل تلفن های آقای نوری‌زاده هم کار فول تایم است، در واقع تمام وقتش خیلی مشکل. برحال آقای منشه امیر در اسرائیل. آقای نوری‌زاده، بریم سر موضوع تنشی که هست همچنان، مثل که یکم فروکش کرده در مرزهای ایران و آذربایجان. ببینید، این نمایش بود دیگه، یعنی در واقع عربا میگن استعراض العضلات، یعنی بازو میخواست نشون بده، قدرت نشون بده، همچی که ما هم هستیم. و خیلی جالب بود، اینو جناب چالنگی باید توجه کرد، اینا همه جا به سپاهشون مینازن. سپاه الاس بلاس در مدیترانه حضور داره، در بحر احمر.
برای نشون دادن قدرت به آذربایجان نیروی زمینی ارتش رفت اونجا، نیروهای کلاه سبز رفت، رنجر رفت، همه مال ارتش. و این نشون داد که اولا ارتش ما که خوشبختانه آلوده بازی‌های سیاسی و امنیتی اینا نشده همچنان قدرتمنده. و بعدم وزیر خارجه ارمنستان اومد گفت آقا تون نریم، ما مجبوریم با آذربایجان زندگی کنیم، الان هم یه قرارداد بستیم، ناچار شما باید قبول کنید این خط مرزی رو. حالا البته آقای رستم قاسمی میگه ما یه مرز جدید درست میکنیم. من از کجا وقتی اون 57 کیلومتر آذربایجان گرفته دیگه میخواد چجا خط مرزی درست کنه؟ در حال بحران، طرف اصلی این بحران به اعتقاد من ترکیه است نه اسرائیل. اسرائیل هست و آذربایجان رو تقویت میکنه، ولی ترکیه نقش مهمتری داره، برای اینکه ترکا برگشتن به دوران رقابت صفوی و عثمانی، دوباره دارن همون جوری به قضایا نگاه میکنن، سر تا سر آسیا میانه حضور سنگین دارن، در جنوب ایران، در قطر، ما فقط اسرائیل رو میبینیم اما ترکیه رو نمیبینیم، و همینطور در افغانستان با طالبان. اینه که به نظر من اون خطر واقعی که ایران رو تهدید میکنه ترکیه است. اسرائیل دشمن ما نیست، ترکیه هست. این رو باید یاد نبریم. اما آقای امیربله، خب مردم ایران با اسرائیل مشکل نداشتن، اکثریت مردم روابط دوستانه قبل از انقلاب، اما روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان در حکومت ایران جور دیگه ای تعبیر میشه. احساس خطری در تهران هست، اسرائیل در جنوب ایران هست، با کشورهای عرب در شمال ایران هست، با جمهوری آذربایجان، با ترکیه هم به نحوی در شمال غربی، و به هر حال دوستی های در این سو اون سو هست. اسرائیل به دنبال چه هست؟ بله، پیش از این که بگم اسرائیل به دنبال چه هست، میخوام کل قضیه آذربایجان رو از یک زاویه دیگری مورد بررسی قرار بدم، و اون این است که حکومت ایران احساس میکنه که سرش کلا رفته. آذربایجان یک کشور شیعه است، همسایه ایرانه، در موقعیت جغرافیایی بسیار حساسی قرار داره، ولی میره با کی رزمایش میکنه؟ با پاکستان و با ترکیه، دو کشوری که مسلماً دوست حکومت ایران و دوست ملت ایران نیستن. اینجا رژیم ایران احساس میکنه که سرش بیکلا مونده. بعدم آقای نوری‌زاده، من در مورد ارتش با شما اختلاف نظر دارم. من تصور میکنم که در تمام این مدت ارتش ایران رو سرکوب کردن، بودجه ها رو ازش گرفتن، و اون جنگ افزارهایی که دیدم به طرف مرز آذربایجان میبرن دلم سوخت. خیلی حقیره، خیلی عقبان است، خیلی قدیمیه، و از اینکه اینها آمدن و ارتش رو وسیله قرار دادن، خواستن این رو یکم جنبه حکومتی بهش بدن و نه سپاه پاسداران که سپاه دفاع از حکومته و نه دفاع از مرزهای ایران. یه نکته دیگر رو هم بگم که این احساس در من داره تقویت میشه که چون حکومت ایران رو از میخانه مونده، میخانه داخل کشور مونده، و از مسجد خارج از کشور هم راش نمیدن، میخواد که یک بحرانی رو در روابط ایران با آذربایجان ایجاد بکنه که شاید از این جهت بهانه به دستش بیاد که بگه ما الان در شرایط جنگی هستیم و بتونه ملت ایران رو بیشتر سرکوب بکنه. در مورد اسرائیل اجازه بفرمایید، چون این نکته‌ای که میگید، اول ابتدا البته حکومت فقیه تکلیفش روشن هست، با بحران زندگی کرده، همه این کارا رو کرده، بله. اما اول به نحوی این جمهوری باکو بود که یک مانور نظامی رو آغاز کرد، اون هم با ترکیه به قول شما یک جور اقدام تحریک‌آمیز حکومت فقیه. میگم تکلیف شما من نه، بقیه تکلیف روشن هست. و بعد به هر نه آقای چالنگی، خیر چرا خیر؟ این بحران از روسیه آغاز شد که ارتش ترکیه با پهپادهای بسیار پیشرفته‌ای که دارن و با استفاده از پهپادهایی که از اسرائیل خریدن آمدن و ارتش ارمنستان رو بیچارش کردن،
و آذربایجان به کمک ترکیه و با کمک سلاح‌های اسرائیلی به دستاوردهای جنگی رسید و بعد خط رابطه حکومت ایران با ارمنستان رو قطع کرد. حکومت ایران رو ارمنستان بسیار بسیار سرمایه گذاری کرده، یه دفعه دیدن که ارتباط قطع شده، این برای حکومت ایران بسیار گران آمد. بفرمید. خب نه، مسئله بازم منور نظامی هست یا اقدامات نظامی ترکیه آذربایجان هست علیه آذربایجان. شما به پاسخ پرسش منو همچنان ندادید، راجع به موضوعات دیگه فرمودید. اسرائیل قابل قبول هست، قابل فهم هست، درک هست که هر کشوری به دنبال مسائل و منافع خودش هست. وقتی حکومت فقیه میگه جمهوری آذربایجان تبدیل به پایگاه اسرائیل شده، میشه فهمید نگرانی هاش چه هست. الان در جنوب و شمال ایران هست، شما میتونید به ما بفرمایید که مثلا اسرائیل به دنبال چه هست؟ کشور دوستی ها قابل فهم هست و اینها. آیا اسرائیل وارد مسائل کشورهای ترکیه، آذربایجان و ایران خواهد شد در زمانی که ایران وضعیت بسیار ضعیفی داره در حکومت فقیه؟ ببینید، آنچه که عوض داره گله نداره. حکومت ایران آمد حزب الله رو در شمال اسرائیل، حماس رو در غرب، گروه های دیگر رو در شرق و حوثی ها رو در جنوب اسرائیل مستقر کرد، در سوریه تلاش کرد که مستقر بشه و به این ترتیب اسرائیل رو از چهار جهت مورد محاصره قرار بده. الان همین روند رو اسرائیل داره با حکومت ایران انجام میده که امارات و بحرین با اسرائیل روابط برقرار کردن، سلطان نشین عمان در راه، عربستان سعودی هنوز تصمیم نگرفته و در شمال هم اسرائیل با آذربایجان روابط دوستی و همکاری نزدیک داره که اگه وقت بشه یکم بیشتر دربارش صحبت میکنیم. ولی در مجموع اسرائیل حق داره که از خودش دفاع بکنه. بفرمایید. خب آقای نوری‌زاده، حرف قابل تحمله اون چی که آقای امیر میگه. سالها جمهوری اسلامی آمده تحریک کرده، کسی که تو خونه شیشه‌ای زندگی میکنه ضرور مثلا سعی نمیدازه. بله. و کشورهای عرب جنوب خلیج فارس، این رو چطور میبینید شما؟ این حکومت مشکل زایی این حکومت واقعا داره ایرانو به کجا میبره؟ من اول از بدید درباره صحبت آقای امیر یه چند جمله بگم. وقتی آب سر بالا میره قورباغه ابو عطا میخوره، وقتی جمهوری اسلامی به این ذلت میفته، الهام علیوف هم برای شاخشونه میکشه. یعنی شما ظرفیت کشور رو در نظر بگیرید. من وقتی رفتم آذربایجان دو تا هتل داشت، واقعا هتلش آب نداشت، برق نداشت. امروز به یکی از مدرن ترین کشورهای منطقه تبدیل شده. یعنی حالا حکومتش فاسد، دزده، هر کاری میکنه، ولی کشورش هم ساخته. الان آذربایجان به یه قطب مالی داره تبدیل میشه. خیلی طبیعی است اسرائیل که وجودش در خطره، هر جا فرصت ببینه استفاده کنه. این تحولی که در روابط اسرائیل با خلیج فارس ایجاد شد، این اصلا یه چیز غیر قابل تصور بود 20 سال پیش. قضیه فلسطین الان شده قضیه چهلم، چرخ پنجاهم درشکه. و این اسباب تأسف، البته ملت فلسطین حق دارن حکومت و دولت و پرچمشون رو داشته باشن. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی در اصل مسبب و بانی و باعث همه این دشمنی هست. اگر نمیرفت در لبنان، آقای امیر عبداللهیان رفته تو زیرزمین میبرنش با آقای حسن نصرالله ملاقات کنه. خب برای چی؟ برای چی ایران باید این باجو به حزب الله بده؟ توجیه میکنم، میگم برای اینکه اسرائیل دیگه نمیتونه به ما حمله کنه. زیر گوشش ما اسب تروا رو گذاشتیم، اما این اسب تروا چه غلطی کرد جز اینکه پول پیژامه و پول لباس زیر زناشون هم شما حسن نصرالله شده اسب تروا؟ آره دیگه، اسب تروا است. هلن کی هست این مثلا؟ بله، حضورتون عرض کنم این داستان جمهوری اسلامی. اسرائیل هم حق داره. یه کشوری که میگه رو موشکشون نوشتن نابودی اسرائیل، اونم میره زیباترین بهترین دستگاه ها رو تو قلب کشور ایران میگذاره، فخریزاده رو باش میکشه. حالا که دیگه داستانش اومده بیرون میدونی. من عیب نمیدونم کاری که اسرائیل کرده، حق داره. جمهوری اسلامی دست از دشمنی برداره،
اسرائیل بهترین دوست ما. بله خوب همه بله بهترین دوست ما خواهد شد. من اشاره کردم به هلن یادتون هست ما دبستان میرفتیم فیلم حتی فیلم ساخته شد هلن قهرمان تروا در سینما دیانای بسوسلمان نشون داده شد و جای دیگه. ای آقای امیر ببینید اسرائیل احساس خطر میکنه کاملا قابل فهم هست و قابل درک. یعنی نشسته مردم شهروندای اسرائیل در خونهشون موشک های حزب الله میومد، الان خب صحبت به گنبد آهنین هست یا رفتن بچهای جوان دیسکوتک بمبی منفجر میشه. امنیت اسرائیل همه میدونیم در ردیف اول هست. اما این قضیه حکومت فقیه و بمب اتمی رو به نظر شما چرا اینقدر کش پیدا کرده؟ چرا اینقدر تا این زمان این قضیه رو جمع نکردن؟ اسرائیل، آمریکا، متحدانش به طور جدی همین الان هم در واشنگتن دارن حماقت آمریکا مرتب بده وستون و مماشات و اینها. چرا؟ چرا اینقدر طول کشید؟ این همه داستان، این همه منشأ خطر واقعا. بله اجازه بدیم برگردم به آذربایجان و لاقل دو مورد دیگر رو براتون بیان بکنم که دماغ حکومت ایران به سنگ خورد. یه نمونهش این است که آذربایجان وقتی که میخواست رزمایش انجام بده آمد با پاکستان و ترکیه انجام داد و وقتی که آمدن اسرائیل رو متهم کردن که اسرائیله که این آتش رو برافروخته که هیچ کس باور نمی کنه، آذربایجان دو سه تا دهنکجی کرد به حکومت ایران. آمد و حسینیه علی خامنه ای رو در باکو بست و همزمان اعلام کردن که میخواهند در اسرائیل سفارتخانه رسمی برقرار بکنن. این یکی. خب این همون که... این همون مانوری آقای امیر، این همون چیزیست که من میگم. ببینید حکومت فقیه ما میدونیم چه بلای سر ایران آورده، اما این مانور نظامی رو برگزار کردن به نظر شما آیا تحریک کننده نیست؟ نه مسلما نه. ببینید تحریک کننده نیست، ولی حکومت ایران یک دفعه تکون خورد و احساس کرد که سرش بیکلا مونده. چطور ممکنه که همسایه شمالی شیعه که هم فرهنگ ما هست میآید و سرنوشتش رو به دست دو کشوری میده که با ایران روابط کاملا دوستانه ندارن، این و میاد و رابطه زمینی ایران با ارمنستان رو قطع میکنه؟ این برای حکومت ایران یک شکست بزرگ بود و غیر قابل تحمل بود. حالا حکومت آذربایجان آمده و میگوید که ما میخواهیم از اسرائیل سامانه گنبد آهنین بخریم. سامانه گنبد آهنین علیه موشکهایی که حکومت ایران ممکنه که به سوی آذربایجان شلیک بکنه. اینها همه نشون میده که این حکومت چطور در داخل از میخانه باز مانده و در خارج از ایران از مسجد او رو بیرون کردن یا دارن بیرون میکنن. موارد دیگری هم هست که اگر فرصت باشه آیا امیر باید برعکس بگه در داخل از مسجد در خارج از میخانه. خب برگرد به همون آقای نوریزاده از مسجد بیرون راندن ایران رو به خاطر که حکومت ایران میخواست. سوال من آقای امیر ببینه خیلی کوتاه بفرمایید. سوال من اتفاقا همینه، مثالیست بسیار محترم. حکومت فقیه هم میگم تکلیف میلیون ها بیننده ما هم باش روشن هست، این بحث ما اون نیست. اینی که شما میفرمایید مسجد بازمانده، ما میبینیم با این حکومتی که به نظر شما از مسجد بازمانده درهای کاخ سفید در واشنگتن به روی مشاورانش باز و پادواش و مماشات میکنن باشون در همین اروپا. حرف من اینه، این داستان اتمیه چرا اینقدر طول کشیده این همه سالها؟ خیلی ها این نظر رو میدن که به نفع غرب هست، به نفع اسرائیل هست، به نفع اسرائیل یک کشور دموکراتیکه، هوشمند، مردم نظارت دارن، از هر فرصتی باید برای مسائل ملی خودش استفاده کنه، همونطور که ایران. متاسفانه ایران همچین وضعیتی نداره. میگن از این وضعیت رو، این قضیه رو باد میدن، قضیه اتمی ایران رو،
وگرنه همین حکومت پاکستان هم که کارخونه تولید تروریست هست انواع و اقسام، صاحب بمب اتمی. بفرمایید. بله. ببینید پاکستان 18 سال طول کشید با تکنولوژی قدیمه، 18 سال طول کشید و بمب اتمی خودش رو درست کرد. حکومت ایران الان 33 ساله، 33 ساله که داره تلاش میکنه با تکنولوژی های بسیار جدید داری و هنوز نتونسته به بمب برسه. درسته من تایید میکنم و از سیاست دولت آقای بایدن انتقاد میکنم، از مماشات کشورهای اروپایی بسیار بسیار انتقاد میکنم که جلوی اتم ایران رو نگرفتن، ولی به هر حال در نتیجه همه اقداماتی که آقای نوریزاده بهش اشاره کردن 18 سال شده، 33 سال هنوزم معلوم نیست که چند سال دیگه طول بکشه. بله این باعث عقب افتادن شده، ولی اسرائیل دائما داد میزنه آقایون بلند شین، بازرسا رو بیرون کردن، هیچ نظارت و کنترلی نیست، خودشون اعلام میکنن که از غنی‌سازی 3.67 رسیدن به 60 تا، از 60 تا به 90 تا اصلا کاری نداره، خیلی آسون با سانتریفوژ های I8 و I6 و I4 میتونن اون رو انجام بدن. پرسش در این است که چرا آقای بایدن مماشات میکنه، چرا مرتب میگه که ما صبرمون داره تمام میشه ولی اقدام نمیکنه. اگر فرصتی بود به این پرسش شما پاسخ بدید. اوباما هم همینو گفت، آقای بوش هم همینو گفت، در دولت‌های همه جا گفتن، فرق نمیکنه. از آقای نوروزاده میپرسم، ما چرا اینقدر طول کشیده؟ آیا باد زدن قضیه نبوده که این چه هست؟ آهنگی از ام کلثوم بود حتما یادتون، لس صبر حدود. ایوه. ولی مال این صبر آمریکایی حدود نداره. یعنی یه بار دیگه خدمتتون گفتم، این آقای عبدالرحمن راشد گفت اگر سعودی سفارت آمریکا رو گرفته بود، 444 روز دیپلماتاشو اسیر کرده بود، بعد سفارتشو تو بیروت منفجر میکرد، مقر پاسدارا تفنگدارانش رو توی بیروت، این همه گروگان میگرفت، رفتار آمریکا با ما چه بود؟ زیر رومون میکرد، خاکمون رو تو توبره میکرد. ولی این چه مهریه؟ گفتم تشیع اسلام ناب انقلابی محمدی یک معجزه است که وقتی نورش در دلی تجلی پیدا بکنه، از کارتر گرفته تا کلینتون، از کلینتون تا باراک حسین اوباما، همشون علاقمند میشن به این رژیم. هیچ دولتی در تاریخ مدرن آمریکا رو به حد ایران تحقیر نکرده. این تحقیری که آمریکا رو کردن در ابعاد مختلف، یک ذره غیرت انگار در اون کاخ سفید وجود نداره. اونایشون هم که میان هارت و هورت میکنن، تپانچه و کیک برای رفسنجانی میفرستن. یعنی واقعا انسان ناامید میشه تو بورکینافاسو یا توی نمیدونم برمه یا توی فلانجا یک سرباز یه تیر میزنه به مردم تو خیابون، چه جنجالی، حقوق بشر جهان تکون میخوره. اون وقت یه رهبری جنایت میکنه و ورود واکسن رو ممنوع میکنه، صدای دنیا در نمیاد، هزاران ایرانی کشته میشن. در آبان ما 2500 ایرانی رو تو خیابون کشتن، صدای کسی در نمیاد. حالا فردا خدا شاهده به همین ماجرای خاشقچی عربستان و این همه، مگه سعید کریمیان رو رژیم جمهوری اسلامی با 20 گلوله نکشت؟ یک رسانه مرد بود که داشت برای ایران یک چیزی مثل اسکای درست میکرد، این آدم رو گرفتن تو ترکیه کشتن با یه دوست کویتیش، ترکا یه کلمه نگفتن. اما سر خاشقچی جنجال کار بدی بود، مذموم بود، ولی این کاری که دنیا میکنه کاملا نشان دهنده اینه که یک، رژیم جمهوری اسلامی نمیگم نوکرشونه ولی به مصلحتشون وجودش هست، به مصلحت اسرائیل هست. اسرائیل موفق شد با بودن جمهوری اسلامی قضیه فلسطین رو بکنه قد یک سر سوزن، موفق شد تمام سیاستاش رو توجیه کنه، از تعهداتش تو سازمان ملل بیاد بیرون عمل نکنه. دولت آمریکا هم اسلحه فروخت و بر بازار نفت مسلط شد، اوپک هم که معطفات الله یرحمه. خوبه آقای امیر، برید
یک جنایت بزرگ تاریخی یا جنایت‌های بزرگی در جنگ دوم انجام شد، کشتار بیش از 6 میلیون یهودی توسط حکومت هیتلر، قتل عامی که هرگز وجدان انسانی در گذر تاریخ فراموش نخواهد کرد. ما در اون منطقه یک جنایت نه به اون ابعاد، به ابعاد قابل تأملی برای تاریخ داریم، کشتار ارامنه به دست امپراتوری عثمانی. حرف من این هست که در مناسبات اسرائیل که تمام وجدانهای آزاد جهان نسبت به کشتار یهودیان حساسیت دارن، آیا در این مناسبات این موضوع مورد توجه هست نیست؟ اسرائیل چطور با این موضوع برخورد میکنه؟ این آگاهی را من دارم که شما سخنگوی دولت اسرائیل نیستید، اما به عنوان یک ناظر، یک خبرنگار، روزنامه نگار کنجکاو و کارشناس امور خاورمیانه تا اونجایی که اطلاع دارید به ما چه خواهید گفت؟ چون بله بفرمایید. ببینید، تردیدی نیست که یکی از بزرگترین جنایات تاریخ بشری در دوران کمی پیش از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. ما هنوز نمیدونیم که چقدر ارمنی کشته شدن، احتمالاً 1,500,000 تا. و یهودیان سکوت دنیا رو محکوم میدونن، نکوهش میکنن، چون اگر دنیا اون موقع به هیجان آمده بود، اعتراض میکرد و به اقداماتی علیه جنایات امپراتوری عثمانی دست میزد، شاید هیتلر به فکر نمیافتاد که بیاید و 6 میلیون نفر یهودی رو بکشه. وقتی هیتلر دید که اون گونه ارامنه رو کشتار کردن و دنیا سکوت کرد، گفت خب منم میکشم، چه باکی دارم. و در اینجا من از دولت اسرائیل هم انتقاد میکنم، و انتقادم این است که در طول تمام 73 سالی که از استقلال اسرائیل میگذره، به علت روابط حساسی که با دولت اسلامی ترکیه داشتن، قضیه کشتار ارامنه رو نادیده گرفتن، چون میدونستن که اگر کوچکترین سخنی رو در این زمینه بگن، ترکیه با اسرائیل قطع رابطه میکنه، و این موضوع خیلی حساسی بود. ولی خوشبختانه هم اسرائیل و هم دیگر کشورهای جهان در سالهای اخیر این سیاستشون عوض شده. دولت اسرائیل تقریبا به صورت کامل و رسمی کشتار ارامنه رو محکوم دانست. این محکومیت در ایالات متحده هم شنیده شد، در برخی کشورهای اروپایی هم شنیده شد. ولی بی تردید اگر دنیا اون موقع سر و صدا راه می انداخت، ممکن بود که جنایات هولوکاست انجام نشه. یه نکته هم در دفاع بگم و اون این است که در آن دوران ارزش‌های اخلاقی دنیا فرق می‌کرد با امروز. در واقع از پایان جنگ جهانی دوم به بعد یه نوع ارزش‌های در دنیا رواج پیدا کرده که در اون دوران نبود. و نمونه بدم، ببینید در اواخر جنگ جهانی دوم یهودی‌ها آمدن پیش ارتش‌های متفقین، التماس کردند، گفتن بیایید اردوگاه مرگ آشویتس رو بمباران بکنید، راه آهنش رو بمباران کنید که نتونن یهودیان رو ببرن به اردوگاه آشویتس بیرکناو. متفقین نپذیرفتن، گفتن آقایون چه اهمیتی داره، بشینید کنار ساکت باشید، ما اول این امکانات جنگی رو که داریم علیه ارتش نازی به کار میبریم، ارتش نازی که سقوط کرد این جنایات هم متوقف میشه. ارزش‌های اخلاقی و معنوی امروز فرق کرده با دیروز. البته این یه نگاه هست و نگاه محترمی هست، متاسفانه می‌بینیم ارزش‌های اخلاقی همچنان متاسفانه بی ارزشی ها بر خودش هست، از جمله عدم تأمل و نحوه خروج آمریکا، سربازان آمریکایی به دستور آقای بایدن از افغانستان و رها کردن ملت ایران در برابر ملت افغانستان در برابر تیغ طالبان و گلوله‌های طالبان. و اینا ارزش‌های سیاسی است. منظور من
ارزش های اخلاقی. خب به هر حال در اون زمان هم از نیروهای متفقین میخواستن، اونا هم تابع فرماندهان سیاسی بودن به نحوی. بله بله. الان هم همین. جناب چالنگی، من یه فیلمی رو دیدم، پدری رو در برابر بچهش طالبان میکشت. آخه اصلا از این منظر فجیع‌تر نمیشه. آقای بایدن چجوری شب خوابش میبره؟ خیلی هم راحت میخوابه، دکتراش هم میان بهش آمپول هم میزنن، ولی انسانیت حکم میکنه. یه ملتی رو 20 سال شما امیدوار بکنید بعد اینجوری ولش کنید؟ بله، در خود ایران چون مثال کشتار دهه 60 کشتار هر چه که بوده، کشتار خارج کشور دکتر بختیار و داخل خارج، چه مجاهد چه فدایی چه سلطنت طلب، هر کی بود جهان چشم بس. هیچ کاری چشم بس. همین الان، همین الان اتفاقاتی که میفته، این همه زندانی هم. متاسفیم، متاسفیم جهان توسط افراد اداره میشه که اخلاق ندارن، اخلاقیات اون زمانها رو حتی ندارن. اما در همین بلبشو هست های نوری زده که به نظر میرسه سه مرکز، سه پایتخت در حال همچنان این وسوسه اون چه که رهبری جهان اسلامه. یکی ترکیه است امپراتوری، یکی حکومت فقیه رهبر همه مسلمانان جهان، یکی هم در جنوب خلیج فارس گفته میشه عربستان هست که رقیبی هم مثل قطر داره در ارتباط با وهابی ها یا هر عنوانی برش بوده. آیا این مثلث زمینه ساز مسائل امروزی نیست تو منطقه؟ ببینید، وقتی شما مذهب رو میکنی سند هویت خوده، طبیعتاً اشکال ایجاد میکنه، میشه مثل عهد صفوی یا عهد عثمانی. جمهوری اسلامی فراتر از این میره، میگه این سید علی آقا رهبر امته، زعیم مسلمانان جهانه، در حالی که شاید غیر 3-4 میلیون تو ایران کسی اصلا به رهبری قبولش نداره. عربستان سعودی میگه من خادم حرمین شریفینم، دو تا حرم اسلام در اینجا واقع است، سالانه میلیون ها والا کرونا اومد کم شد میرن برای حج به عربستان سعودی. پس اون یه جایگاه. بعد کشور پولداریه، الان هم که این برنامه های عجیب غریب طرح نیوم وصل سقار رو ایناش یه چیز عظیمیش. امارات همینجور در عمل یک بیابون رو تبدیل کرد به یک جامعه که همه حسرت چون میخوام برم اونجا زندگی کنم. قطر هم یک امارت کوچولو، حالا جام جهانی رو باج داده، هر چی داده برگزار میکنه. اینا یک چیزی از خودشون نشون داده. جمهوری اسلامی چی از خودش نشون داده؟ در بیماری کرونا این مصیبت میاد که روزانه دیروز با 400 نفر مردن. یعنی اونا لیاقتشون برای رهبری جهان اسلام رو چیزا نشون دادن؟ چه هست؟ گذشت رهبری جهان اسلام دیگه، حرف من نه. آیا جنگشون نیست سر این؟ 100% رقابت با هم دارن بر سر مسائل سیاسی اقتصادی جایگاهاشون و گردن کلف بازی جمهوری اسلام. اما اینکه بگه من زعیم جهان اسلامم، نه. در جهان اسلام مالزی چه ربطی با قطر داره مثلا یا با ترکیه داره؟ میخوام بگم این رهبری جهان اسلام یه افسانه بود، افسانه بود که اینا همه مال دوران قبل از قرن 21م. قرن 21م اینجوری نیست، ولی عملا هر سه به نحوی دارن رقابت میکنن و این میکنه. مشکل زا بوده و هست. الان هم به نظر من دو رقیب اصلی ایران و ترکیه هن. عربستان خودش رو بازی کنار کشتی مقدار. خب آقای امیر، خبری که من دارم، خانم مرکل وارد اسرائیل شد یا نه هنوز؟ شما فردا شب، فردا شب یک شنبه با نفتالی بنت دیدار خواهد. خب در مورد عربستان اجازه بفرمایید. بله حتما حتما به این نکته میرسیم. جالب هست، صحبت قتلگاه های هیتلری شد و امروز روز خانم مرکل صدر اعظم آلمان وارد اسرائیل میشه. اولین بار نیست که صدر اعظم آلمان از اسرائیل دیدار میکنه، در همین دوستی ها هست و گفته میشه که صحبت از یکی از صحبت های اصلی هم مسئله ایران خواهد بود. شما بفرمایید، راجع به عربستان میخواستین صحبت کنید و بقیه موضوع بفرمایید. خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشه چون موضوع زیاد. بله بسیار خوب. در مورد عربستان باید بگیم که الان دوره که حکومت ایران داره منت عربستان رو میکشه که بیایید با هم آشتی کنید، ولی عربستان دو چیز رو فراموش نمیکنه. یکی کتاب کشف الاسرار خمینی که نوشته بود که باید حکومت وهابی آل سعود رو برافکن، و این هنوز برای خامنه ای تا
تولید مسئولیت میکنه. و دومی که حوثی ها در یمن مرتبا علیه عربستان تعرض میکنه. خب عربستان چطور بیاید و اعتماد بکند به قولهای حکومت ایران و مذاکرات به نتیجه برسه؟ تا اینجا. بله آقای نوزاد، به همین کوتاهی واقعا این حتی در وصیت‌نامه‌اش نمیشته، ولی آیا اینها به وصیت‌های خمینی عمل میکنن؟ بهترین روابط رو در زمان خاتمی داشتن، قرارداد امنیتی امضا کرد. این جمهوری اسلامی بود که نقضش کرد. شما در هیچ کشوری نمیری سفارت کشور دیگر آتیش بزنی، اسنادش و بعد کنسولگریش هم تو مشهد که باعث شده بود سالانه صدها هزار سعودی شیعه بیان، 10 هتل ساخته بودن و چه پولی به ایران سرازیر شده بود، آتیش بزنی به خاطر یه شیخ وقوقو نمر دیوانه که راه میرفت تو خیابون هفتیر تکون میداد فوش میداد. این هادی غفاری ما بود، منتها هادی غفاری هم هوشمندتر بود از اون. الان به زهران که اشاره میکنم، من در بخش خبرهای ویژه پنجشنبه شبهای تفسیر خبر گفتم که آقای علم الهدا در خراسان در واقع یک وحدت مسلمانان را انداخته که شیعه هم نیستن، خیلی هاشون اهل سنت از کشورهای مختلف لا مذهب و همه و همه تدارک اتاق خوابهای وحدت اسلامی به طریقه علم الهدا به عهده خود ایشون هست و بقیه موضوعش هم خودش باعث تأسف بسیار است که حتی یکی از افسران عراقی که شکنجهگر اسیران ایرانی بود هم در اونجا دیده شد که آقای علم الهدا وساطت کرد که نخیر، اینا مهمان ما هستن و عزیزن و حتی بر منبرها گفتن ثواب داره به صیغه در اومدن اعرابی که به خراسان میان. اینی که با کشورهای عرب و اسرائیل رابطه دوستانه باشه بحث دیگری است، اما اونچه که علم الهدا انجام داده و میده و داماد او دکتر دوشنبه بحث دیگرتر. اما آقای مناچه امیر عزیز، شما خودتونو بذارید که نمی کنید این کارها به طور فرضی، بیاید و از بیت رهبری تهران نگاه کنید، حالا جای ولی فقیه نذارید، از اونجا نگاه کنید به اوضاع، میبینید همه این گردن کلفتی ها هر چی که هست، حتی نشون کشیدن ها، اقدامات تروریستی، همه این ها اینا به قول امروز جواب داد، یعنی میان باشون مذاکره میکنن و اتحادیه اروپا نماینده میفرسته برای شرکت در مراسم به اصطلاح ریاست جمهوری، یکی از قاتلین قرن بیستم، سرشناسترین ها و بقیه. چرا باید از این سیاست اون وقت فاصله بگیرین؟ آقای بایدن همینطور و بقیه، آقای اوباما نامه عاشقانه مینویسه و بقیه و بقیه. چرا این آیه تشویق کردن این تهران به ادامه سیاستاش نیست این رفتار؟ بله، من باید در پاسخ به پرسش شما ایالات متحده رو کاملا مجزا بکنم از کشورهای اروپایی. ببینید اسرائیل زجه میزنه میگه دیر عمل بکنه و آقای بایدن گویا خوابش برده. علت این است که اسرائیل خیلی نزدیکه، خیلی کوچیکه، ایالات متحده خیلی دوره و خیلی بزرگه. اینه که احساس خطر نمیکنن. این یکی. دوم این که همیشه گفتم و همیشه تکرار میکنم که آمریکایی ها آدم های زود باوری هستن. ما وقتی آقای جیمی کارتر و سیاستاش رو در ایران میبینیم که یکی از سه عامل اصلی سرنگونی رژیم پیشین ایران بود، وقتی سیاست های آقای اوباما رو میبینیم از حزب دموکرات که چقدر ساده لوحانه عمل کرد، و الان سیاست های آقای بایدن رو میبینیم، چه کنیم که آمریکایی‌ها افراد زودباور و ساده‌لوح و خوشنیتی هستند، برخلاف بریتانیا که دولت انگلیس سالها در منطقه حضور داشته و بسیار خوب روانشناسی این منطقه رو می‌شناسه و بلده که با کشورهای منطقه چطوری رفتار کنه. این سیاست رو دولت ایالات متحده نداشته و نداره. در مورد اروپا که تا حدود پایبند ارزش‌های معنوی هستن، از حقوق بشر دائما صحبت میکنن، ولی در حدی که به روابط بازرگانیشون با ایران و دیگر کشورها آسیبی وارد نیاد. ببینید کشورهای اروپایی کشورهای فقیری هستند و ثروتی که امروز اونها دارن از داد و ستد و از فروش محصولات به کشورهای دیگه است. این امتیاز رو نمیخوان از دست بدن. به همین علت هم مماشات میکنه.
همین آقای نوری‌زاده نظر بله. شما رو شما از بیت رهبری نه کاملا درست هست اونجا... یعنی آقای خامنه‌ای نگاه میکنه میبینه آمریکا به دوستانش چه کرد، با محمد رضا شاه چه کرد، دوستش بود، بعد با مبارک چه کرد، با بن علی چه کرد، بدتر از اون صدام و قذافی، قذافی که دستاشو بالا برد دستگاه اتمی شو داد، آخرش یه گلوله در لوله فاضلاب، و صدامو که با اون وضع فجی تحقیرش کرد، چاله آوردنش بیرون. که شما من هیچ وقت اون منظره یادم نمیره، میگم اون کسایی که تو عراق صدامو دوست داشتن، خدمت بهش کرده بودن، این نفرت و آمریکا در دلشون ایجاد کرد که دیدیم بعدن چه کردن. داعش و این گروه هایی که اومدن معلول تحقیر آمریکا، ارتش عراق، ملت عراق و شخص صدام حسین بود. دیدین که وقتی رفتن تو تکری دفنش کردن، آرامگاهش از امام حسین بیشتر ظاهر داشت. بله. یعنی میخوام بگم آمریکا باعث این شد که امروز در انتخابات عراق افرادی که توی ساین انتخاباتی شد اعلام میکنن که راه رهبر فقید رو، شهید رو دنبال خواهند کرد، مورد توجه مردمن. یعنی این نشون دهنده خطاهای بزرگ آمریکاست. تو افغانستان میگن آقا ما نمیدونستیم اینا دزدن، شما آقای اشرف غنی رو آوردید و جلوی عبدالله عبدالله رو گرفتید که برنده انتخابات بود، تو عراق جلوی عیاد علاوی رو گرفتید و نوری المالکی رو آوردید، برنده انتخابات بود آقای علاوی، اینم دموکراسی شما. شما آقای چالنگی پولای که اشرف غنی برده الان دونه دونه دارن حساب میکنن. این آدم افغانستان غارت کرده، خودش، برادرش، فامیل و کسانش. دو ماه هم بوده قبل از طالبان، تمام فرماندهان ارتش رو از پشتونای ریشو میذاره، تاجیک ها، ازبک ها و هزاره ها رو کنار میگذاره. اینم دست بالا آمریکا. خوب. آقای خلیلزاد. خوب آقای امیر، الان این مماشات، این کجدار مریض، نتیجه شو دیدیم تا به امروز، داره ایران و منطقه رو به کجا میبره؟ میگم نقاط مثبتی در منطقه خب به وجود اومده، دوستی عرب اسرائیل خب بسیار مهمه دیگه، نمیشه سیاست خارجی آمریکا این موضوع رو نادیده بگیره، اما به هر حال این مماشات و بقیه سازش‌هایی که از ایران و منطقه رو داره به کجا میبره؟ میتونه خطرات بیشتر از این داشته باشه؟ در چشم‌انداز چه میبینید شما؟ بله، من واقعا اسمشو مماشات نمیذارم، بلکه اینها میاین و راه‌های دیگری رو جستجو میکنن که با خواسته های ما و دیدگاه های ما چندان همخوانی نداره. بیاید مثلا عراق رو بگیرید. در عراق داره تلاش میشه که تا اونجایی که ممکنه حکومت ایران رو بیرون بکنن بدون درگیری جنگ، بدون خونریزی. سوریه رو بگیرید. در سوریه الان ایالات متحده داره یه امتیازاتی به بشار اسد میده که بتونه او رو از حکومت ایران دور بکنه. لبنان رو بگیرید. لبنان، ایالات متحده و کشورهای مصر، اردن دست اتحاد دادن که سوخت مورد نیاز لبنان رو تهیه بکنن. مفهومش این است که حکومت ایران رو بیرون میندازن. سه تا نفتکش فرستادن، خیلی زحمت کشیدن، ولی مشکل اساسی لبنان حل نشده. الان یک اتحادی بین ایالات متحده، مصر، اردن، سوریه و لبنان داره ایجاد میشه که پای حکومت ایران رو ببرن از اونجا و نفوذ حزب الله رو کوتاه بکنن. در یمن ببینیم که حوثی ها در جا میزنن، چند سال ممکنه که جنگ داخلی باشه، در جا میزنن، هیچ پیشرفتی نکردن. بنابراین ممکنه که شکیبایی نشون میدن، ممکنه مماشات میکنن، ولی خود حکومت ایران داره کم کم فرو میپاشه. گفتم از مسجد راندنشون، و مسجد منظورم لبنان، سوریه، عراق و کشورهای دیگه است، و میخانم داخل ایران است. بنابراین من میبینم که حکومت ایران حتی اگر میگید که باش مماشات میکنن، داره عقب نشینی میکنه، فرو مینشینه و به زودی از هم
خواهد باشه. آرزوی باز در این حال لبنان عرق ابی سعدی خوبی هم داره، یعنی میخانه ایش که عرق هم داره. در اسرائیل هم که میخانه های نازنینی هست، نیست از همون میخانه هایی که حافظ صحبت میکرد. بهترین شراب های دنیا، بهترین شراب های دنیا. بله، مماشات و خود حکومت عدوی خیشتن است هم به نحوی عمل کرده. اما تو ایران حکومت یک ناله مستانه زجایی نشنیدیم ویران شود این شهر که میخوانه ندارد. بله، 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 میخوانم داریم ایران خونگیه. بسیار زیاد هم دیده. آی امیر، وقتی یه آدمی میاد مثل این سردار نقدین، سردارای من درآوردی، راجب کوروش این حرفا رو میزنه، راجب ساسانیان صحبت میکنه که ساسانیان کشور تحویل مغول‌ها دادن، یه پرانتز گنده چند صد ساله رو برمی‌داره. وکیل زرتشتی هم جوابش داده بود. چه احساسی دارم؟ میدونم نقدی رو زیاد شما جدی نمیگینین، وقتی ژنرال‌های بسیار جدی دیدید و ملاقات کردید و مصاحبه کردید، نقدی یه همچی حرف میزن. اینو یک توهین، حتی به اسرائیل نمیدونید شما، به ملت یهود نمیدونید. ببینید، من خواهش میکنم که با آقای نقدی، با آقای حسین سلامی و دیگران توهین نکنید. اونها آدم های بسیار فاضلی هستن، تاریخدان درجه یک هستن، دستگاه ویروسی ها پیدا کردن، واکسن برکت رو ساختن، کانتوم فیزیک بله، گفتن که با یک فوت اسرائیل رو نابود میکنن، ادعا کردن که در یک دقیقه 11,000 موشک و گلوله و غیره به خاک اسرائیل میفرستن. بیچارن، بدبختن، حقیرن، هیچ ندارن. کسی که هیچ نداره دائما ادعا میکنه، رجز میخونه، یا به سرایی میکنه و خزعبلات تحویل مردم میده. خب، نه تنز آقای امیرم قابل تعمل هست، باید پنج شنبه شبی در تفسیر خبر باشید. نه آقای چالنگی هم هست، ایشون هم میگن که ما در تفسیر خبر هر آقای خامنه‌ای خواستن میتونن در برنامه شرکت. من نه، ولی واقعا نگاه دو جنرال چندین ستاره، ولی واقعا احمقانه بود. آره، صحبتی ایشون کرده دیگه، به هر حال تاریخ در همین حد. من یه چیزی هم بزنید، حالا امروز که یک کمی هم خنده داشتیم، لبخند زدیم، از آقای چالنگی براتون بگم، یه وقتی که ایشون رفتن تفسیر خبر در صدای آمریکا، صحبت شد که یه آقای دیگه هم اونجا باشن. بعد این آقا تفلک اصلا نمیدونست فارسی چه، ایرانی چی. آقای چالنگی پرسید از آقای چالنگی که من تو برنامه با چه کسایی مصاحبه کنم. آقای چالنگی هم گفت من یه لیست بهت میدم، اینا رو اگه تو برنامه بیاری خیلی موفق میشی. گفت بگی. گفت حکیم ابوالقاسم فردوسی، ملک و شعرهای بهار، بعد سلمان ساوجی، دونه دونه آدم های مردر بهش گفت. این پاچه رفت در یه جلسه جمشید هم نشست. این مقدمه به اینجا رسوندین، این مقدمه یه داشت و این شخص هم اتفاقا میشناسه اینشون. مقدمه برای اینکه لیست مهمان که تهیه میکردیم، صفا حائری استاد من و شما بله. رو ما میگفتیم، میگو من نمیشناسم، من نمیشناسم، یعنی وجود نداره. امیر طاهری رو مثلا مهمان، من نمیشناسم. مناشه امیر موریزاده، من نمیشناسم، نمیشناسم. گفتم خب اینا هست، اینم برداشت همه اینا رو فهرست کرد، مهمانان آینده ما اینها خواهند بود. و ابوالقاسم فردوسی و لابلاش حسن قنبرزاده مثلا بله. یه کسی دوستای خودش. و بعد مشکلاتی پیش اومد آقای نوزاد. نه، وقتی اون جلسه وقتی ایشون میگه، اون دوستمون مدیر عزیز نگاه میکنه به چالنگی، بعد دیگه باید میشه ولی آقای نوریزاده ممنون یادآوری کردن. اتفاقا امروز سالگرد برنامه تفسیر خبر هست، 8 اکتبر، که به هر حال تفسیر خبر در چنین روزی 2006 بنیانگذاری شد. به هر حال تحمل نتونستن بکنن 13 سال با اتفاقاتی. آقای چالنگی جزو مباحثاتشون با آمریکایی‌ها تو عراق بود، یادتونه؟ کسی که به ما خبر داد که خواستن این برنامه رو تعطیل کنه. من همینجا فرصتی هست تشکر کنم، یادی کنم از همه همکاران نازنینم، وفا مستقیم گرامی که همکار نازنین ما بود، هر جا که هست در واشنگتن هست، شیلای گنجی عزیز، شیلای گنجی گرامی، سپاسگزارش هستیم. هر کجا که هست، در فلوریدا هست، میامی هست، و خسرو عزیز تهیه کننده بعدی.
که بعد انتقال تفسیر خبر به ایران فردا هرگز متوقف نشد و ادامه خواهد داشت. اما آقای امیر گرامی، آقای نوریزاده، شهرام ناظری گرامی آمدن و گفتن که بدون اجازه آثارش در صدا و سیما همچنان پخش میشه و اجازه ندارن. کنسرت ها کی برگزار میشه در اسرائیل آقای امیر؟ هر چه زودتر امیدواریم. دو تا وعده شما و آقای نوریزاده به من دادید که یه وعده من به شما دادم که به زودی زود بتونیم با هواپیمای خصوصی بریم تهران، بریم شهرهای بزرگ ایران رو ببینیم، با ملت صحبت بکنیم. چه روزی، چه روزی. و گفت این وعده رو شما به من دادید و من منتظرم. مناشه عزیز، واقعا تو خونه خودم میبرمت که بخشش هم مصادره کردن چون برام مادرم. بله، امیدوارم روزی. بسیار اشتیاق دارم، اشتیاق دارم. همه ایرانی ها، آقای نوریزاده، آقای امیر، همه ایرانی ها از هر طایفه قومی که هستن، با هر خط فکری و تفکری که دارن در جهت مساله و سازندگی ایران بتونن وارد مملکتشون بشن، در سازندگی ایران شرکت کنن، سهیم باشن، یهودیان عزیز معابد خودشون رو داشته باشن، بهایی‌های گرامی، زرتشتیان، اهل سنت مسجد در پایتخت کشورشون داشته باشن. اما نگرانی احمد خاتمی را اون زمان آقای نوریزاده ادامه خواهد داشت که اگر این حکومت یعنی احمد خاتمی چیز کنه، ویلسون دوباره به تهران خواهد اومد، پیتر بروک از انگلستان میاد با پسر یهودی منوعی هم یهودی منوعی. من یه نکته رو بگم راجع به مناشه عزیز که حالا خداحافظی می‌کنی. تو روزایی که واقعا هیچی نبود، یعنی نه تلویزیون نه چیز، رادیو هم محدود، این صدای اسرائیل، من حداقل مادر خودم رو میگم که عاشق صدای امیر بود، خدا رحمتش کنه، و تو فرنوش و فرنوش عزیز، برای مردم این دوتا صدا واقعا صدای امید بود. یعنی تا این رادیو شروع میشد هر خونه تو ایران روی این رادیو بود. به حال قدر زحماتتون رو ملت ایران میدونه. در سالگرد تفسیر خبر یادی هم از فرنوش عزیز و همه همکاران منشی در رادیو اسرائیل که الان صدای پیام اسرائیل هست که ادامه پیدا میکنه. آقای نوریزاده، سپاس بسیار از شما، سپاسگزار هستیم. آقای منشی امیر گرامی در اسرائیل و سپاسگزار همه شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر، همکارانم در تفسیر خبر در ایران فردا، رضای عزیز مسئول دوربین ها در استودیو، سه دوربین استودیو ایران فردا، و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، امین عزیز تهیه کننده گرامی برنامه، جناب بزرگزاده عزیز تدارک دید استودیوی فرعی ایران فردا رو، و قدرت فراموش ناشدنی که همچنان طرفدار تیم چلسی بوده و هست. با سپاس، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کوزاک، رس، تفتان، بینالو، درفک و شیر، کو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد. Thank you.